سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب یک شنبه هفتم آذر ماه در 311 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. بمب نقل و انتقالاتی سرخ پوشان، سروش رفیعی در راه پرسپولیس. از روزهای ابتدایی پنجره نقل و انتقالات تابستانی همواره نام‌های بزرگ و مختلفی به باشگاه پرسپولیس لینک شدند، اما تقریباً هیچ کدوم از اونها در نهایت پای میز قرارداد با سرخپوشان تهرانی ننشستند. حالا اما خبر ورزشی مدعی شده که سروش رفیعی، هافبک بازیساز باشگاه سپاهان، در صدد تا در نیم‌فصل به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه بشه. این رسانه در همین خصوص نوشت: پرسپولیس در این فصل مشکل عمده‌ای در خط هافبک خود داشته و از نبود یک هافبک خلاق و تخصصی رنج می‌برد. نقیصه‌ای که به زودی با حضور سروش رفیعی مرتفع میشه. بر اساس ادعای خبر ورزشی، هافبک بازیساز زردپوشان نصف جهان شخصاً به یحیی اعلام کرده که آماده است در نیم فصل رضایت نامه خود را از سپاهان بگیره و به پرسپولیس برگرده. افزایش احتمال 3-0 شدن دیدار استقلال گلگهر. مدیران باشگاه استقلال همچنان به دنبال اثبات حضور غیرقانونی مهاجم گابونی گلگهر در جدال برابر آبی پوشان تهرانی هستند. یک عضو ارشد آبی های پایتخت در همین رابطه از احتمال 3-0 شدن نتیجه این مسابقه به سود استقلال در آینده‌ای نزدیک توسط ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خبر داد. این مقام ارشد در این خصوص گفت: اسناد و مدارکی به دست باشگاه استقلال رسیده که نشون میده بازیکن گابونی گلگهر شاخصه های لازم و ابلاغ شده از سوی سازمان لیگ برای حضور در این بازی رو نداشته، اما خلاف مقررات برگزاری لیگ برتر مقابل استقلال به میدون رفت. آزمون منچستر یونایتد، رویایی بزرگ یا سرابی پوچ؟ به اعتقاد تحلیلگران وبسایت منچستر ایونینگ نیوز، این احتمال وجود داره که رالف رانگنیک، سرمربی جدید شیاطین سرخ، جهت جذب سردار آزمون دست به کار بشه. این وبسایت در همین خصوص نوشت: رانگنیک چند ماهیه که به عنوان مدیر بخش توسعه لوکوموتیو مسکو کار میکنه و با فوتبال روسیه آشناست. از این رو تعجبی نداره که توجه اون به سردار آزمون، ستاره باشگاه زنیت و لیگ روسیه جلب بشه. آزمون در این فصل تونسته 9 گل به ثمر برسونه که یکی از اونها در خانه یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا بود. انتظار میره در همین ژانویه منچستر یونایتد بتونه با این مهاجم تیم ملی ایران به توافق برسه. افشای پشت پرده پرونده افت حامد لک. در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و البته هواداران پرسپولیس معتقد بودند که حامد لک دچار افتی فاحش شده. در همین خصوص حالا خبر ورزشی از اتفاقات پشت پرده این افت گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که یکی از دلایل اصلی افت لک مذاکرات تابستانی سرخپوشان تهرانی با پیام نیازمند. خبر ورزشی در همین خصوص نوشت: قرارداد دروازه‌بان ملی پوش و سابق سپاهان با تیم اصفهانی به اتمام رسیده بود و بر همین اساس پرسپولیسی‌ها با اون وارد مذاکره شدند. این داستان به گوش حامد لک رسید و این دروازه‌بان مطرح که انتظار نداشت با وجود درخشش در فصل گذشته و عملکرد خوبش، باز هم مربیان و مسئولان پرسپولیس دنبال خرید دروازه‌بان جدید و ملی پوش باشند، انگیزه و اعتماد به نفسش به شدت کاهش پیدا کرد. کوری جنجالی فنونی زاده برای استقلالی ها. مرتضی فنونی زاده، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، در مصاحبه با وبسایت خبر ورزشی و در آستانه دربی بزرگ پایتخت برای استقلالی ها کوری خوند و گفت: به نظر من پرسپولیس این دربی رو هم میبره و راحت تر از همیشه هم میبره. حتما از قول من بنویسید که اگه مهدی عبدی از اول جلوی استقلال بازی کنه و فیکس باشه، هتریک میکنه و پرسپولیس هم 3-0 برنده خواهد شد. فرشاد علیه پرسپولیس.
در روز پایانی نقل و انتقالات زمستانی فصل 19 هم بود که فرشاد احمدزاده از باشگاه پرسپولیس جدا شد و سپس از سرخپوشان تهرانی شکایت کرد. با این حال امروز کمیته تعیین وضعیت فدراسیون رأی را به سود پرسپولیس اعلام کرد، موضوعی که باعث واکنش این بازیکن شد. احمدزاده در همین خصوص گفت: زمانی که آقایون منو در فاصله چند ساعت مونده به پایان نقل و انتقالات در لیست مازاد قرار دادن، باید قبول نمی کردم تا امروز سرم رو کلاه نزدن. من از سالهای قبل 375 میلیون طلب داشتم. الان آقایون میگن 195 میلیون بگیر و فسخ کن. مگه من مغز خر خوردم که توافق کنم؟ پاسخ سرخ پوشان به ادعای احمدزاده. باشگاه پرسپولیس بیانیه‌ای در خصوص صحبت‌های فرشاد احمدزاده، بازیکن فعلی باشگاه سپاهان و سابق سرخپوشان تهرانی، منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: اظهار نظرها، انتظارها و ادعاهایی که مطرح می‌شود باید متناسب با رفتار و اتفاقاتی باشد که شاهدش بوده‌ایم. آن هم از سوی بازیکنی که کشف، پرورش و معرفی خود به فوتبال را مدیون باشگاه پرسپولیس است. این اولین بار نیست که بازیکنانی در زمان حضور قدر پرسپولیس را نمی‌دانند و بعدها چنین مسیر اشتباهی را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر عجیب است که بر سر پرسپولیس و هوادار منت گذاشته می‌شود که خود بر سر همه ما منت دارد. اسکوچیچ دو بازیکن سرخابی را زیر نظر کرد. دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی ایران، با توجه به مصدومان زیاد ملی پوشان در بخش دفاعی، مدافعان مختلفی را زیر نظر گرفته تا از اونها برای حضور در اردوی جدید تیم ملی ایران دعوت به عمل بیاره. فرشاد فرجی و محمد دانشگر دو چهره ای هستند که در دیدارهای اخیر پرسپولیس و استقلال عمل کرده نسبتاً خوبی از خود به تصویر کشیدند و به احتمال زیاد با ادامه همین روند شانس زیادی برای دعوت به تیم ملی ایران خواهند داشت. رقابت اخباری برای کسب جایزه بهترین دروازه‌بان آسیا. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اتمام لیگ قهرمانان آسیا 2021 نظرسنجی‌های خود برای انتخاب بهترین‌های این تورنمنت را آغاز کرد. در اولین نظرسنجی برای انتخاب تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا AFC 2021، نامزدهای کسب عنوان بهترین دروازه‌بان این رقابت‌ها را به فوتبال دوستان معرفی کرد، جایی که نام محمد رضا اخباری، دروازه‌بان باشگاه تراکتور، هم به چشم می‌خورد. معرفی صدری به عنوان مدیر عامل پرسپولیس به وزیر. در شرایطی که کمتر از یک هفته تا پایان کار 90 روزه مجید صدری به عنوان سرپرست باقی مونده، اعضای هیئت مدیره این باشگاه با ارسال نامه‌ای به وزیر ورزش، صدری را به عنوان مدیر عامل انتخاب و معرفی کرد. این در حالیه که در ماه‌های اخیر شایعات بسیار زیادی پیرامون آینده صندلی مدیرعاملی سرخپوشان تهرانی وجود داشت، ولی اکنون به نظر میرسه با این تصمیم و ارسال این نامه گره کار پرسپولیسی‌ها باز بشه. نکته مهم اینجاست که پیشتر وزیر ورزش از اعضای هیئت مدیره باشگاه خواسته بود تا نظرشون رو در خصوص شخص مدیرعامل اعلام کنند و ارسال چنین نامه‌ای به وضوح نشون میده که اعضای هیئت مدیره با مدیر عاملی صدری و ادامه کار اون در مسند مدیریت باشگاه پرسپولیس موافقند. جدال آبی‌های پایتخت با رفیق قدیمی. تیم‌های فوتبال استقلال و صنعت نفت فردا در دیداری از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم می‌روند. دو رقیبی که از سال 1352 تا کنون 47 بار مقابل هم سفارایی کردند، که سهم آبی پوشان 21 برد و سهم صنعت نفت 11 پیروزی بود. 15 تقابل دو تیم هم با تقسیم امتیازات به پایان رسید. با توجه به شرایط جدول، هم علیرضا منصوریان و هم فرهاد مجیدی به 3 امتیاز این دیدار احتیاج ویژه‌ای دارند. منصوریان که از 3 دیدار قبلی در لیگ تنها 4 امتیاز گرفته، برای فرار از قعر جدول چاره‌ای جز پیروزی ندارد. مجیدی هم که طی 3 هفته گذشته طعم پیروزی رو نچشیده، دوست نداره با چیزی جز کسب 3 امتیاز کامل به استقبال دربی بزرگ پایتخت بره. ارتش سرخ به دنبال دومین برد متوالی در آزادی.
تیم فوتبال پرسپولیس فردا و در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت 18 در ورزشگاه آزادی میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود. شاگردان یحیی گل محمدی که بعد از 3 هفته ناکامی در کسب پیروزی هفته گذشته و در بازگشت تماشاگرانشون به استادیوم آزادی صنعت نفت رو شکست دادند، امیدوارند فردا از صد دیگر تیم نفتی لیگ بگذرند تا با پیروزی به استقبال دربی برند. پرسپولیس فعلا با 11 امتیاز در رده 4 قرار داره و نفت 5 امتیازی تیم 13 جدول. طلایی پوشان در اندیشه ی حفظ صدرنشینی. تیم فوتبال سپاهان هم فردا در ادامه ی رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر میزبان تیم فوتبال نساجی است. طلایی پوشان نصف جهان بعد از 2 هفته ناکامی در گلزنی و کسب 3 امتیاز هفته گذشته در شیراز از صد فجر سپاسی گذشتند تا جای آلومینیوم را در صد جدول بگیرند. در سوی مقابل نساجی مازندران قرار دارد، تیمی که اکنون با 6 امتیاز در جایگاه 12 جدول رده‌بندی است و با توجه به شرایط نامناسب چمن ورزشگاه خانگیش چشم به بازی‌های خارج از خانه برای نتیجه گیری دوخته.